ادامه برنامه خوش آمدین. بار دیگر پیروزی شیرین تاریخی تیم ملی کرکت افغانستان به تمام افغان ها مبارک باشه. آل هم جناب دکتر صاحب جمشید رسا آموزگار و روانشناس جوان کشور عزیز ما افغانستان با ما در برنامه است. به ادامه بحث های قبلی من در رابطه با بحث استرس و استراب میخوایم با دکتر صاحب صحبت بکنیم. خوش آمدین دکتر صاحب صحبت هم بخیر. تشکر. خدا مهربان. بار سلام خدمت شما و بیننده خوب نازنینتان خوشحال هستیم که در خدمت قرار دارم سلامت باشین لطف کردین از که دعوت ما پذیرفتین استاد در برنامه گذشته در مورد افسردگی صحبت کردین و دوزیات پرداختین گفتین در مورد عواملی که باعث افسردگی یک فرد در زندگیش میشه و چیکارهای باید انجام شود و با کدام روش ها میتونه یک فرد از افسردگی دور باشه میخوایم که در برنامه امروزی در مورد استراب بگوین که عوامل استراب در چی بوده میتونه در آغاز یک تعریف از استراب داشته باشین استراب یعنی چی درست است استراب نگرانی در مورد آینده یا پیش بینی اوضاع بد در آینده یا منتظر خطر و ضرر و درد مرگ در آینده بودن که یک حالت ناخوشایند در وجود می ایجاد میکنه دشمن سرسخت انسان بوده در طول تاریخ صدمه زده از نظر مشکلات روانی در درجه اول قرار داره دوم اعتیاد از سوم افسردگی و اگر استراب ما حل نکنیم چند تا مشکل دیگه به وجود میره که منامش گرداب بدبختی ماندیم در وسط خود استراب است که یک قبری در خوردن آب با وجود آورده یا گردباد و گرد آبی را با وجود آورده بعدش اگر ایلاج نشه افسردگی استرس وسواس، خشم و عصبانیت و وابستگی را امرای خود می داشته باشه اما از مشکلات روانی هم پا فراتر می در وجود فیزیکی ما صدمه می رسانه تا جایی که 85 درصد مشکلات فیزیکی ما برمیگرده به استراب مثلا یک کسی ضربان قلبش نامنظم است گراف میگیره پیش متخص قلب میره هیچ کدام مشکل پیدا نمیتونه اما قلب زیادم هم نارام است علت چی که استراب صدمه رسانده یا مثلا سیستم آزمیش مشکل پیدا کرده یا ستون فقرات یا مشکل جلدی پیدا کرده یا بی‌نظمی تنفسی پیدا کرده اینا در اکثر موارد ریشه استراب داره که به نام دردای سایکوسوماتیک یا دردای روانتنی یاد میشه که میتونه صدمه برسانه و متاسفانه در فرهنگ ما قضیه شده وقتی مراجعین به ماینه خانه میای میگید تشویش میکنیم کی است که تشویش نکنه دکتر صاحب فکر میکنه از بس که خود از آدم تشویش کرده یا در فامیل پرسان کرده که دیگران تشویش میکنه فکر میکنه کم انسان تشویش میکنه دالی که کسایی که سالم هستن تشویش نمیکنن به جای تشویش پیش بینی پیشگیری هدف و در مسیر پیش میره تشویش کردن ما را هیچ چیز بر ما حل نمیکنه ما حتی بر خود دوستان میگم اگه کاش تشویش مشکل تا حل میکرد ما با امرایش ما میومدیم در تشویشتان سهم می گرفتیم تشویش کرده می رفتیم با تشویش کردن نه شما لسانی ریاد می گیرید نه در اشتی کامیاب میشه نه خوب میشه نه مریضی اعضای خانه برطرف میشه بنابراین کاری که ما کرده میتونیم خوب است که اقدام کنیم و خود سالم نگاه کنیم که بتانیم این دشمن سرسخت انسان مغلوب بسازیم ولی بعض حالات جناب دکتر سب گپ شما کاملا دقیق است همین محیط و شرایط انسان را می طرف منفی و انسان میره به طرف تشویش و تشویش کردن و نگران بودن و نگرانی داشتن وقت از خودش پرسان بکنیم میگه چی چیز خوب هست که من مثبت فکر بکنم من درباره چی خوبی یعنی من فکر بکنیم و خوش شوم و بله. وقتی میگم که واقعیت ها رو میبینم و کاملا یعنی انسان تشویش میکنه و نگران هست از آینده خود و از آینده مردم خود از آینده کشور خود این چطور حل بکنیم یعنی وقتی واقعیت ها رو باز هم مثبت اندیش باشیم مثبت فکر بکنیم و تشویش نکنیم احا. باز اندیشی با خیالی فرق داره که من اشاره میکنم ما در برنامه قبلی به چند علت استراب اشاره داشتیم که استراب عستی بود استراب نادانی بود و فقط چند عامل دیگر رو میگم و سر عوامل اجتماعی شم که شما اشاره داشتین حتما یکی خود چهار تا نون در طول تاریخ متاسفانه انسان صدمه رسانده چهار نون بدبختی که نادانی است نگرانی است نیازمندی است و ناتوانی است کسایی که ناتوان هستند کسایی که نیازمند هستند کسایی که نگران هستند اینا متاسفانه همیشه مسترب میباشن ما خوب از ب از ای... چرتانون خود به توانایی و دانایی و خود کفایی برسانیم که بسیار مهم است بعضی ها متاسفان استرابشان علت شیست که یک جمله دارن برای زندگی کردن اگر چنین شود با جمله اگر چنین شود زندگی میکنن اگر شورم وظیفه خود از دست بده اگر به چی من موتر بزنه اگر سردردی ما سرطان باشه اگر اگر وقتی ما با اگر زندگی کنیم معلوم دارست که ما مسترب میشیم ما بر دوستا خواهش میست که اول واقعیت را بپذیریم از هزار فکر بد منفی که ما میکنیم فقط یک تاش واقعی میشه بنان اول چیزایی که شما فکر میکنین واقعی نمیشه بعدش اگر واقعی شد ما توانایی برطرف کردن از داریم بعدش اگر توانایی برطرف کردن نتونستیم میپذیریم مثل که صدها مشکل دیگه در زندگی ما آمد پذیرفتیم پیش سر ماندیم و رفتیم به این جمله نمیشه که ما زندگی کنیم تغییرات بیوشیمیایی در مغز میتونه سبب استراب ما شو کم شدن یک سلسله هورمونا میتونه که ما رو مسترب بسازه Uh, ورزش بیش از حد پیش ورزشکارا که لکتیک در وجودشان افراز میکنه میتونه مستربشان بسازه کمال پرستی والدین ما یکی کمال داریم یکی کمال گرایی کمال گرایی چیز بسیار خوب است یک صفت انسانی است کمال گرا کسی است که هر روز میخوای از خود موجود بهتر بسازه در مسیر پیشرفت بره اما کمال پرست بدبخت است کمال پرست کسی است که میخواد بهترین از اون منطقه باشه از کل ریکارددار بشکنه ما نمیدیم اینجا که مسابقه کنیم رقابت کنیم اسادت کنیم اینا می ما رو بدبخت میسازه زیاد ما متاسفانه یک خطکش و ترازو در دست ماست هر لحظه خود با دیگه مقایسه کرده میریم قدم چطور شد وزنم چطور شد بعضی ها دیت در پل دیگه استاد بشه قد خودم میبینه که پایین است یا بالا یا با اولین میکنن. با بله با اولین رو برو شدن سلام خوب است ماش چند است ماش از او آدم پرسان میکنه اگر ماش از او آدم مثلا 4 نیم هزار باشه از 5000 خیلی خوش است ولی با 5000 خوش بود ولی اگر ماش از, از آدم 90000 باشه او بگه از من یک لک افغانی دیگه ناراحت است ولی با 90000 افغانی هم ناراحت است چرا از او آدم چرا از کرده زیاد شد ام. یا می چطور هستیم کابل چه وقت اومدین یک سال خانه خریدیم او مرسی که ما 3 سال میشه رو بعد خانه خریدیم در کابل وقت ما با این بله با این مقایسه خوانه. کردن و اسادت بخواد بینی کاملا خراب عدوات. میسازیم داله که ما آمدیم به این دنیا خوب زندگی کنیم از خود موجود بهتر بسازیم که دیگه چقدر پیشرفت میکنه کجا اینجا چرا سر دیگه فکر میکنید خب بدبختی است که متاسفانه از خوردی ما ریات میتن دو تا عامل داره خوشحال جان یکی تربیه غلط خانوادگی ما از خوردی تقاد نشا میت چشم ما را پس میکنن یک چشم دیگه میزنن گوش ما را پس میکنن یک تالیش نوایی میزنه بر ما یاد میت بچین پیشانی کاکای تکیدی یعنی دی ما نار میت گپ بچی کاکا را یعنی ما نار ما اصلا دیگه خودمو قضاوت نمیکنیم برد برداشت پدر مادر است که برای ما یاد داده متاسفانه از خوردی ما را مقایسه کرده ال خورت ببین کتگیت تا ببین است تو کدی خورد است یا دختر خ... خ... خالی ببین چطور تو نازک خوبیش است تو وزن گرفتی چاق متاسفانه صبح تا شما ما را مقایسه کرده میدن یک از طرف دیگه متاسفانه نظام سرمایه داری انسان بنوی به ماشین تبدیل <تصفح> میکنه <تصفح> <تصفح> که ما صد فقط دنبال این رقابت ها باشیم که رقابت ها دیگه فایده ببرن سایبر شرکت فایده خودم میبرم ما رو فقط انداخته به جان هم رقابت کرده میریم بس به بسکشی تبدیل شدیم خود قمچین بزنیم و شلاق بدویم و یک وقتی هم که پیش شدیم ببینیم تنامانیم که خودش ما را مسترب میسازه که خوب از دوستایی گپار متوجه باشن <applause> اصالت <احسادت تصفيق> بله. بارن اما چیزی که شما اشاره داشتین موضوعات اجتماعی صد در صد تاثیر داره و مایه نگرانی اصلی انسان رو تشکیل داده اگر ما در محیط هستیم که نابرابری اقتصادی موجود است 100 در صد مسترب میشیم متاسفانه که در فرهنگ ما خیلی خیلی زیاد دیده میشه اما که گاندی میگه ای کاش یک کسی که پول نمیداشه که کس دیگر می خرید میخرید وای کاش کسی مجبور نمی بود که خودم فروخته اما در اجتماعی ما متاسفانه یک کس توانایی خریدن نداره و یک کس دیگه مجبور به فروختن خود است یا مت که باز یک جمله داره که میگم تو پول کم فقر بدبختی میاره پول زیاد هم عین کارا میکنه گندگی و بدبختی میاره که شما باز هم در کسایی که پولای بی مسئولیت گرفته حالی گندگی هم در خودشان از نظر مصرف مواد مخدر کارای خلافی که میکنن هم دلادایشون کاملا شما ببینید و حتی من خوشحال جان چون شما دانش آموز سیاست این راست من با سیاست ندارم چون امروز به لجنزار مرداری تبدیل شده که هر کس بره اونجا حتما ناپاک میشه با دروغ تقلب اینا یک روز یک وقت ما همه سیاست زده شدیم بله یک روز یک وقت صاحب در مورد انتقادات تو بالای دولت میگه چه خوشم اومد که چقدر نزدیک است با مردمات تو تصمیم داشتیم یک روز برم به دیدنش اما یک روز زندگی زیاد من نشون که خود از چی موترای شیشه چی قصری باز تلویزیون آمنا چی میگه؟ بله حیران ماندم دیگه بار از خواهی گفتم تو دقیقا نموستی باز در خدم چی میگه؟ لطفا به این برادری و اتحاد برادری چی معنا میتنه؟ برادری اولش برابری میخواهی تو برا برادری شده میتونم در این خانه سیر باشم برادرم در خانه گوش یا تو خانه نباشه زیر خیمه باشه این چی نو برادری است؟ تو سی تا موتر پیشروی سه تا پیش سر بیا خب یه موترکایت به برادرایتان بیتی یک شکم سیر برادرتان نان بیتی خب بفهم تو برادرش اما ما دوای برادری و برابری را داریم دالی که هیچ نظر یک نکته دوستان شما دلا بالای صحبت اشاره کردین حساس کمبوتی یا هم خود کمبینی ای هم میتونه عامل باشه بر افسردگی استراب یک فرد حالا محیط در محیط که ما زندگی میکنیم یا با افراد که در ارتباط هستیم محیط خانوادگی در کل محیط آموزشی میتونه تاثیرات خود را داشته باشه با وجود مشکلات که در جامعه برمیخریم در زندگی برمیخریم چون زندگی فراز نشیب هایی داره چی میشه که بر نگرانی غلبه بکنیم شما گفتین که باید در مقابل مشکلات زندگی تسلیم نشیم حالا چی میشه که همین روحیه رو داشته باشیم چیزی که بسیار مهم است هم بیشتر خوشحال جان میشه داشت ما باید واقع باشیم یکی مثبت بینی واقع بینی است یکی خوش خیالی است خوش

چیزای بعد در نظر نگیریم تنها سر جنبای خوب در توجه کنیم کی باز خوب نیست ما یعنی یک قسمت بیخی نادیده گرفتیم واقعی نیستیم واقعی این کسی کم چیزای خوب زندگی خودمون متوجه است ام اما بدیار هم متوجه است اما در پالیش آمده یک چیز یاد گرفتن نقناله فغان اینو درد ما رو دوانه میکنه استراب درد دوانه میکنه استراب یک عاملی است که کل چیز خوب خراب خراب خراب, خراب تر می سازه من خودم میگم از نظر منطقی یعنی یک انسان نباید کار خراب بی جای بکنه کاری که خودش صدمه میرسن خوابدن نکنه من مثلا خود کسلی بزنم یا کچاقو استراب کسی که تشویش میکنه است که خود کت چاقو زده رئیس خب نباید این کارو ما هرچی شرایط بد زندگی داریم قبول اما استراب راه حل نیست ما همیشه میگه مالی ما در دنیای نیستیم که دنیای دردی باشه ما طرفدارم دردی نیست ما باید دوا و دکتر هم دیگه باشیم مثال میگم ما اگه پدرم سرش درد میکنه ما دو تا را داریم یکی مام سر ما د دیوال بزنم بشینیم گریه کنه بریم پدر یکی نه ما تا پای مام سابق کمی درد میکتم ما این درد مالی فراموش میکنم ما قوی میشم میرم پیسه جمع میکنم که تو رو تداوی کنم دکتر خوب پیدا کنم ما باید دنبال ازی باشیم که راه پیدا کنیم دمی بخش دکتر وقتی با واقعات عینی در بخش عوامل اجتماعی رو میشیم چگونه شوه که تحت تاثیرش نریم و تسلیم نشیم و نریم به طرف و استرس و نگرانی یعنی وقتی میبینیم که خودم هم چیز نیستم واقعیتام به در حال چرخش است که به من نیست چطور بتونم که خود قناعت بتونم و تحت تاثیر واقعیت ها نرم اولش خوشحال جان چیزی که بسیار مهم است ما خوب باید اول یک جوان هم که امروز بس شما در مورد جوان بود یک جوان خدا باید به جایی برسانه که توانایی ها را پیدا کنه خب اولی توانایی مثلا اولی توانایی است مثلا اگر ما بریم درس بخونیم تحقیقات نشان داده که میتونیم ما پس مشکلات زندگی برایم خب معلوم اگر ما درس نخوندم یکی از استرابایم دی انسان استراب مالی تشکیل داده که تا اکثر استرابای دیگه از است. خمالم دارست ما پول نداریم مشکلات میه ما کاملا شما را درک کنم شرایط بعضی ها متاسفانه چند نفر بیمار گرفتار خودخواه نادان در رس قرار گرفته که خود طبیعت مشکل است این دنیا تحقیقات می نشان می کره زمین بر انسان جای خوب نیست بر سگ گاو پشک است اما بر انسان جای خوب نیست تار و با درد و رنج است. از نظر دینی که ما اینجا میمونی روان نشدیم ما اشتباه کردیم طب... جزایی این جراوان شدیم کتاب دوباره خود ثابت بسازیم از یک طرف طبیعت مشکل است از یک طرف چهار نفر دوز آمده حق همه گیره گرفته سر گلو دیگر سر روی دیگر پای مانده که قد خد، خود خود بالا نشان بده معلوم است مردم مسترب می سازد. اول خب بله از نظر اجتماعی باید عدالت در اجتماع باشه برابری باشه روحی برادری و همکاری باشه همون که ما از نظر دینی داریم اگر ما بتونیم مثلا یک فقیر یک کسی را کمک کنیم یا یک کسی که مثلا مادرش مریض است پول نداره خب معلوم داره سی استراب دیگه اصلا قابل کنترل نیست یک جایی باشه که امون مادر از او را دوی بتانه یک خانه به صورت رایگانش باشه یک بودیجی باشه که کمک کنه متاسفانه اون مشکلات داریم حالت های شدیدش هست که هیچ کدام مازو فرار کرده نمیتونیم اما در حالت عادی وقتی یک دوست میای استراب میکنه خود خراب میسازه این را باید متوجه بشه از امیال بر دوستا بر جوان ها میگم تلاش کنن درس بخونن این با دوا خوب و... میشه یا خود درمانی بله وزن. سر خیر سر راه های میگم که میشه وقت کم باشه ما چند تا راه داریم خب. اول که روان درمانی هست که بسیار مهم است که چند بخش داره یکی روانکاوی در روانکاوی روانکاو امرای شخص صحبت میکنه چون بعضی وقتها ریشی استراب در کودکی می باشن. مثلا ما در کودکی یک عزیز خود از دست دادیم مالی همیشه استراب مرگ داریم مثلا ما بین شش تا 18 ماهگی اگر مادر بر 24 ساعت از پیش ما دور شده باشه ما استراب جدایی پیدا کردیم مالی ما از جدایی می ترسیم مثلا اگر ما را بین اج دماغی تا 24 ماگی در محیط های آن برده باشه ما استراب بیگانا را پیدا کردیم از جای نو رفتن ترس می داشته باشیم اگر بین 7 تا 12 سالگی در خانه مریضی دوامدار بوده باشه یا ما خود ما پیچکاری شده باشیم دکتر ما استراب شفاخانه و دکتر را پیدا کردیم اینا روان روانکاو میرم راش کار میکنه حل میشه دوم شناخت درمانی است که ما شناخت بالا میبریم از عقل و منطق استفاده میکنیم بر شخص میفهمانیم همین دیدی که تو برای زندگی داری درست نیست بعضی ها متاسفانه درکشان از اجتماع غلط است سوسیاتیفی برخورد میکنن از عقل استفاده نمیکنن دالی که دنیا به اساس عقل جور شده کی را باید متوجه باشن بعدش رفتار درمانی است که اینا باید رفتار خود تغییر به آدمای مستر به همیشه سر پایین انداخته گرفته چیریشون گرفته خوب است که کمی سر حال باشن تنفسای عمیق عمیق بکنن قوی را برن ولی اگر کت کل از گپا حل نمیشه باز دوای بسیار خوب برای استراب موجود است دوای ضد استراب که استراب پیشون کنترل میکنه چون دولت استراب ما امواج مغزی زیاد میشه ما 4 نو امواج مغزی داریم یکی امواج بیتاست که بین 14 تا 34 سکل در ثانیه است که اینم وقتی که بیدار هستیم میالت هست وقتی دولت آرامش خود انداختیم چشمای ما بسته است خواب نرفتیم الفاظ که بین 7 تا 14 است بعد از او باز خواب سبک و خواب سنگین است ولی اگر 34 زیاد چور گاما میگیم که حالت استراب داره که دوا میتونه ایره پیشون پایین بیاره و ریلکسیشن نفس های عمیق میتونه بس کمک شون بسیار تشکر ابراز امتنان سپاس از حضور دکتر جمشید رسا آموزگار و روانشناس موفق و مطرح کشور عزیزمان افغانستان خوش آمدید دکتر تشکر زنده باشید